میدی پایین؟ نمیدی. این چه مدلیه؟ اینا چیه؟ شکسته سره؟ این خطه شکسته. همیشه سعی کنید ورزش کنید. ورزش دشمن پدر اعتیاده. دشمنه. سلام علیکم. سلام مجدد. خیلی خوش اومدید به قسمت 11 برنامه کرسی شعر. امروز براتون پیرهن یوونتوس آوردم. هم پیرهن دشمن ناصر حجازیه. عادت نه واسه کلا ایران قدیمه دیگه. آره دیگه. علی پروین و اون موقع است. این جونش ایرانه. ما جونو ایرانه. جونو ایران. یه جوری ندیم ما جونو ایرانه. اگه ما چیمون ایرانه داداش ما علاقه من. بعد یارو هفته دی کاناداست. آره هفته دی این تنها رزو همه هم کانادا. خدمت خب. عرض کنم. آقا چقدر عروسی دارن میکنن ملت. آره افتادن رو یعنی قبل ایشالا که همه تون خوشبخشی تبریک میگیم ازدواجه خوبی بکنیم ولی ابراهیم حالا تو خود درسی کردی من واقعا خوشحال میشم ببینم هم نسلم دارن عروسی میکنن چون یه دوره فکر میکنم که هیچکی دیگه نمیخواد ازدواج کنم آره منم حس میکنم و خود تو هم یهو گرفتی آخر یهو که نه 8 سال بود دادش با هم بوده ولی یهو ازدواج کردی دیگه یعنی انگار تو نسل جدید این افتاد که اینجوری انگار آرامش رابطه ها بیشتر نمونم زیاد شده من آره. فرد ببین آها بذار من تو یکی از کامنت ها راجع به تو توضیح میدم یه کامنتی راجع بهت گذاشته بودم باش باش میگم داستان رو داشته باشیم خب بریم کامنت بخونیم بفرمه آقا یکی نوشته که ما معلومه با شورتیم آقا یه نفر گفته که به نظر من بیشتر کسافت کاری بکنیم ببین پاش بریم تو صورت دیگه بیشتر از این واقعا کسافت کاری بعدی میشه نه دیگه واقعا در همین حد بخوایم نگه داریم چه چیز میشه درست من ولی یه چیز جالب که اتفاق افتاده مثلا میبینم که ملت دایرکت میان ما با مامان بابامو میبینیم و اینا خیلی مامان بابا روشن فکر شدن و اصلا جدا از روشن فکر شدن کار ما اشتباه من قسمت 9 که ضبط کرد یعنی پخش شد دیدید شما در خونه رو واکرم نسترم خیلی بیادبی رفت تمام شد آها خیلی ها گفتن ما به خاطر این بیادبی ها با اینا نگاه میکنیم برنامه رو کمش نکنید بعد نوشته مثبت 25 نگر دارید برنامه فرشی چی کار کنید من نمیفهمم اینا هی نه میخوام مردم دوست دارم میدونم کسافت کاری دوست دارم ولی من میدونم ولی با همه دوستم ببین اونی هم که با ادبه گیلتی پلژر چه ما کاش من یه خاطره دارم نمیتونم تعریف کنم کار بدی کرده تو یکی زده که آقا شهوت از قدیم تو آهنگای ایرانی نفوذ داشته شما آهنگ ماچمالی از آفت رو گوش کن به اون فاجعه پی میبری آفت دیگه وقتی یکی آفته قریب آفت چه اسم چه اسمه حالا داریم احتمال الان البته تو نسل عدل دار شد آفت الان نداریم ولی آفت چه اسمیه مگه مثلا چه میدونم آفت مگه چیزی نیست که میفته تو میوه و این چیزا آفت همه جا میفته تو رابطه میفته تو خب زندگی منفیه دیگه بالاخره بار منفی داره بوده دیگه یارو مثلا میزده به رابطه اسمش بوده آفت آره. میزده به آفت زد به زندگی ولی راست میگه کلن مردمان خیلی اینجا که بوق بود ولی آدم های زود تحریک پذیری هست آها ما یه روش جدید ابدا کردیم که از این به بعد هر جا که این قرار رو بذاریم هر جا که چیز بدی گفتیم بوق گذاشتیم بعدش مدل قابل پخش قابل پخشش رو بگیم تفسیر کنیم آره تفسیر کنیم آره الان که متوجه شدید چی آها این راجب تو گفته نمیشه یک عدد حیوان که جوکای بیمزه تعریف کنه و با سوراخ گوشش وربره نیازمندم یه خانمی ببینمش نه دیگه من بعدا و البته میدونی که ببینید واسه قمارباز ترس مرگه ولی خب من چی واسه چیه بگو یه بار دیگه واسه قمارباز ترس مرگه خب یعنی چی یعنی اینکه قمارباز اگه بترسه مرگه همین رو تکرار من هم شنیدم بابام گفته میدونم به کاربردش چی بود این وسط یعنی این که چه ربطی داشت شرم و حضور پیدا کردی نه یعنی این که
ببینید فرشید الان کاملا آمادگی ازدواج داره. ندارم. ولی نه. پسر خیلی خوبی، اهل خانواده، زنزلیل مثل سگ. و از ایناست که هر کاری بخواید باش میتونید بکنید. آره میتونید عود روشن کنید یکم هوا عوض بشه. خلاصه که من پیشنهاد میکنم رفیقم پسر خوبیه، به خودم دایرکت بدید، من خوباشو واسه فرشید سلکت میکنم. خب کیه داره تلاش میکنه بیاد تو؟ آقا تو رو جده به فرشاد. ببین من از دو نوع آدم زیاد خوشم نمیاد. نفر اول آدم هایی که ریش پروفسوری میذاره. آقا من رفتم میخواستم برم عروسی رفیقم، این موزره اینجوری رفت به جایی که اینجوری بزنم، زد خط انداخت ریشم کلا رفت و چاره ای نبود که بزنم. این شد که خب یعنی ببین بنده خدا شاید آدم خوبی باشن اما ولی همه آدم ها واسه من مساوی هن. کسی ریش پروفسوری ده منفی در باید ثابت کن آدم خوبیه. خب دسته دوم که اینا که بهم میگن فرشاد، تو مدرسه هم بهم میگفتن فرشاد نیستم من فرشیدم. فرقی نمیکنه، حیوان حیوانه دیگه. فرشاد بگو این قصاعتشو نگاه نکنه بابا، استرس گرفتم همش فکر میکنم من دارم وقتشو میگیرم هواپیماش. نه 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 اون سری اصلا ساعتشو این دفعه گرفتیم که نگاه نکنه. آره این سری دیگه فوتبال من یه چیز نپیچم دور دستم. چرا؟ تیریپ بریه. ببخشید اون لایت واسه منم پس باید معلوم باشه. نه نه بچه زانو تحریک‌آمیزه زانوی من اینجا میگن تحریک‌آمیزه. شبیه کون شطوره بله پایین زاغارت تو. خب بفرم چرا میگن تحریک‌آمیزه؟ اوو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 و
مهدی و احمد ورنو اینا کراش شدن تا خدا ببین چی شده. ولی ده ما یه لحظه ببخشید یه چیز یادم اومد. شاهزاده شاهزاده موزیک پاپ ایران. بچه تو رو خدا نکنید این کار پرنس آف پرشیاست. من نمیدونم استوری من دیدی واسه اینو گذاشتم گفتم با بزرگ میشید میگید دنبال زندگی خودتون اون موقع دیگه خودتون فن خودتون اینو دوباره خودتون قهرمان خودتون باشید خودتون هیروی خودتون باشید خودتون واسه خودتون زنید این میخواییم برنامه قبل پخش باشید خودتون قهرمان خودتون آفرین هیچ موقع لنگ ایشکی نباشید لنگ کسی نباشید با دست خودتون تو زندگیتون نیازاتون رو برطرف کنید کار کنید زندگی میگن که طرف با این دیگه دارید زربا مثلا میگه که آدم گوشته بازوی خودش رو بخوره ولی منت قصاب فلان رو نکشه بریم انشالله که بازو که ربطی نداشت به کل قضیه ولی اوکی بریم. خب آهنگی که این هفته واسهتون در نظر گرفتیم از کسی بود که خیلی وقت پیش باید میرفتیم ولی واسهش نقشه میکشیدیم چه جوری من اینو بیارم توی برنامه. آره ببینید ما یه حالتی انگار تا الان به شما خیانت کردیم که اینو نیاوردیم تو برنامه و فکر میکنم میدونید کسی که دولا میشه میکروفون خودش میخونه براش کیه؟ کیه؟ حمید هیرات. سیبیلا برم بزنم جدا از اینکه سیبیلا تو بزنی من میخوام گردنمو بزنم چون دو سه نفر گفتن شبیه توه. اوکی خب اسیب دارم بیارم نه تجربه نشون داده ما اینجا رو 25 کنیم 30 کنیم فلان کنیم یه چیزایی رو نمیتونیم بگیم ما الان اون هر بار این سری میخوایم استفاده کنیم هر چیزی گفتیم بتونیم قابل پخشش هم بعدش بگیم و این رعایت احتمال داره این آهنگ بره واسه یه مثلا حداقل مثلا 20 18 آره الان باشه 16 سر جاش که شد تو بشکن آخه سر جاش که آهنگ اسمش شب که شده خب برو رو 20 بگی کسان الان اسم آهنگ از شب که شد شب که شد بیسته که شد و اینجا داداش اون دفعه هوا میزد دیروز رفتم ورزشگاه آزادی دنبال یه آرما شرکسته میگشتم فیت جا نبود ببخشید
آهنگ اسمش شبکه شده و فکر نکنید که فقط اسمشه، اصلا داستانش هم همون داستانی که شبکه شده. بریم گوش بدیم. چقدر موزیک رو مخ منه. ما راجع به موزیک نظر نمیدیم. ولی آقا من به عنوان یه مخاطب عامه که میتونم بگم موزیکش رو مخمه. میتونی گوش ندی؟ میتونی گوش ندی؟ چی شدی تو این رسمت واسه؟ میخوام نه این آها آها آفرین آره میتونم آره آره اوکی بریم. من خون دارد اما عصبی هم قشن بفهم فهم بگم داره آقا اسمت هست، کاورت هست، همه میشناسن صدات و آهنگات و اون شعرهای نادرستت رو میشناسن. این چیه این حیول کوب بیار یه داره اولشو. این حیول های چیه سالها تو موزیک پاپ ایران ول کن نیست؟ خب اینو وردار دیگه. مگه حق دارن چرا؟ خب همه شون مثل هم شدن صداهاشون. آقا میشناسه کسی که دیگه نگران من جان من کن ادا که در ای وای خدا ولی بابا اینو بر ارنجمنت با یه قوله بیچاره مونده تو موزیک پاپ ایران. خدا شعرش مال حمید ایراده، تنظیم با پاز ای پازل بند تنظیم کرده، اون هم خودش داد. میگن ببخشید دیگ به دیگ میگه روتسیا نه اینا سیر به پیاز میگه کونت مودره. میگه الان خودت گفتی؟ میگفت نه میگن کوری اصا کشه کور دیگره یه همیشه. آره پازل بند نواز خوش داستانه که همه این شبیه همه. آها موش به سوراخ نمیرفت جارو به دنبه. نه 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 موش نمیرفت تو کت خدا، جارو میزد تو سر گربه سیاه. جدی زرمسری هست میگه که همونی که گفتی دیگه، یارو تو ده راه نمیدادن. آها آها همینه جنه سراغ کت خدا رو میگه. جنه رو تو ده راه نمیدادن. جنه بود که جن کجا بود عزیز من؟ طرف رو میگن تو ده راه نمیدادن سراغ کت خدا رو میگه. آره این داده اون تنظیم که آها میگن که تو حوزی که قورباغه تو حوزی که ماهی نیست دخترم قورباغه کلانتره. بله اینو خودم کشف کردم. شب که شد همش میای به یاد ما، دیگه معلومه یارو چی کار است. شما بگو من تفسیرشو بگم. حرفه‌ایه اینجا رو بوق شنیدید. آدمیه که رفتار نادرست جنسی با خودش داره. خیلی سعی کردم چیزی که گفتی رو دوست دارم، این رونده رو دوست دارم. بله اینجوری که نه سیخ میسوزه نه کباب دیگه. آره شب که شد همش میای به یاد. بعد ریتمو گوش بده، ریتم انگار یه نفر رو اسبه. آره دقیقاً میخواستم بگم اینجوری شب که شد بعد گرفته و با یه دست داره پرچمو میچرخونه با یه دست شمشیر و میگه که همش میای به یاد من. آره یعنی یارو اینجوری میزنه. خب بیت دومش هم گذاشتم. شب که شد کجا یار من بیا شبا میخوادت. آره ببین کل آهنگ میگه شب که شد روز ولش کن شبا میخوادت حواست باش. آره. شما یه چیز یه نکته اخیر بله بله اینو مرسی که برش میکنم. هیچ وقت آدمایی که شب میخوادتونو باشون نگید رابطه فکر کنم همین الان اینو ببینن چند نفر منو مسیج بدن و بلاک کنن. آه تو هم از اینه که شب نه به هر حال وقت تو روز پره دیگه بریش جور ماله میکشم. شب که شد اینجا که دیدی مثلا یه داری صحبت میکنی یکی بشکونت میگیره علمی من دارم میخونم. شب که شد اینجور بوده، یعنی مثلا گفتم آقا تو استدی یه نفر تو استدی گفته خیلی ساده داره سر یه نوتایی اینو یه انگولی میده بهش میگن تحریر من. تحریر من این آدم جایی که میگن خیلی دیگه ساده همینجا خیلی ساده است. یه بشکو میگه یه تحریر میده اینجوری میشه. منت هم میذاره. آره هرچی میگه به خاطر خودت بیا داداش معلومه تو بخوای چی کنی به خاطر خودت بیا. آره یه مثلا یه
اینجوریه که احتمالاً تو هم تجربهش کردی، اینجوری که نه حالا مثلا بیا میخوام با هم آلبوم رو ببینیم. آره بیا مثلا یه فیلم فوتوشاپ بیام اصلا رنگونور یادت بدم عزیزم. بعد بیم میخواد یاد بده. آرش بیا به خاطر خودت میگم، من تو خود تو درس ها میخوام کمکت کنم. الان یه چیز میگم، همه تون همزاد پنداری میکنید، دیدی مثلا یه دوستی داری که روش کراش داری، یه نمم میخوای اون قضیه رو و اینکه بیا بذار با هم حرف بزنیم حالت بهتر بشه. این همینه، به خاطر خودت، به خاطر خودت بیا. آره بگرنه من که ندارم. آره بریم نکتم پشکید، نکتت که بریخ بریم. آره با بعدم میگم. بیا شب که شب، شب که شب، نگاه تون همش میافته و زرم که شب، صدا تون همش میافته دوست. این داره مراحلش رو توضیح میده دیگه، همون چیزی که فرشید گفت من تو تفسیرش کردم، چیزی که من تصویری از یارو میبینم. بعد اینجا دقت کنی ریتمش تونتر شد، اصلا سرعت گرفت دیگه. یعنی که یه پارامتری هم داره ورسانی واحد اندازه‌گیری اون حرکت رو گفتش. خب ریتم اینجا تونتر میشه، ریتم تونت میشه و یه داره جاهایی ساتا میزله، داره تونتون میگه، ریتم تونتر شده، نفر به نفس افتاده. میگه؟ میگه نگاهتون شب که شد همش میاد در نظرم، یعنی از نگاه شروع میکنه. بنده خدا با از حفظم. آره مثل اینکه اون به اون مرحله سن مینوت نرسیده هنوز. بعدش میگه صداتون همش میافته، یعنی بعد نگاه با صداش مثل یه وایس داده. تو نمیخواد احترام بذاری صداتون، نمیدونم نگاتون، تو نزن احترام پیشگه. چشات گناهه دکتر مهندس. آره واسه خودت میگم، ضعف میکنی، ویتامینات رو بدنت خارج میشه. گفت هرچی شد یار من فقط بیا دور و برم. آره من چیز دیگه شنیدی؟ آخه یه بار کاش نمیگفتی بین مخاطبا چی میشنوه. نه من اشتباه شنیدم، ولی میگه شب که شد یارا من همش بیا دور و برم، یعنی ببین دنبال ماده میگرده. آره یعنی یا دور و برم بعد ریتم. اگه این آروم میخوند اوکی، حساب این جوری تون داره میخونه که دادش که نمیخونه. اصلا چرا تون میخونی؟ اینجاست. آره آره خب رسیده به داشبورد. بله آبیاری میکنه. وای خدای من، فامیلامون، دوستای آشناهام، پدر مادرم، همه از ما ناراضی و ناخوشنود میشن، ولی واقعا این آخرش چیز شد گرفت در دیوار. دقت کردی دیگه، از کند شروع شد، تند شد و بعد آخرش یه بار دیگه اون قسمت اومدنش معمولا بعد از اینجا یا خوابت میبره یا بیحال میشی یا مثلا گشنت میشه، این اتفاقایی که بعدش میفته. بعد اینجا رو گوش بده آخه. یارو خودش رو توجیه میکنه اینجا. مثلا بعدا نیاز به ریکاوری داره دیگه. آقا یه چیزی کردم، دیدی یه عذاب بجنی میاد سراغه، رفت فکراشو کرد، دست صورتشو شست، دستاشو اینا رو شست. بعد اومده گفت مجبور بودم به اصرار کردم. یعنی یارو میدونه کارش هم، ببخشید اگه مثلا بهت گفتم عکس بفرست واسم یا مثلا عوض میخوام، الان خودم پشیمونم، مجبور بودم. یه بار بیا از من خری حمید خیلی با مزه حمید. خب مجبور بودم به اصرار کردم، به اصرار کردم، داشت
داره میگه، من نمیتونم تفسیر دیگه ای بکنم. یعنی هر یعنی واقعا راه مثبت اندیشی رو بسته بر من. شیطان تو آهنگ بچه ها میگه که مجبور بودم بهت اصرار کردم دلتو اغفار کردم. بعد واسه اینکه خودشو توجیه کنه گناهش، یعنی عشق واقعی اون عشقه که بعد اون قضیه خیلی دوستش داشته باشی اون لحظه. یارو میگه مجبور بودم و اینا به خاطر پشیمونیه، بعد به خاطر اینکه کم گناه کم گناه چی میگه؟ میگه که تو این کار رو کردی حالا. آه بعد آه بعد دست پس میگیره که پیشو پست بذاره باهاش. دست پس میگیره که پیشو دست پس میگیره پیش نیفته. دست پیشو میگیره که پس نیفته. پیش دستی میکنه اصلا نمیفته تو چیزی تو این ضرب مثلا. چرا یه دست پس نگیر که دست پیشو نگیر که پست خلاص. یه بامبولی داره در میاره اینجا. بعد میگه که تو منو وادار کردی. وای تو منو وای هم میگه. اینجا دقیقا همون نقطه ایه که میخواد بره نوبت دوم. یعنی پشیمونیش دوباره داره کم میشه. اینه ها میگن یه چرخه باطل میندازه. دوستان درسته که میگن اوکی حالا کار بدی و فلان و اینا از نظر پزشکی هنوز ثابت نشده کار بدی، ولی واقعا بیفتی رو این دور چنان پدرت به زمینت میزه نکنید. سعی کنید به اندازه باشه خب، چون اینجوری میشه دیگه. دارید میبینید نتیجهش حالا میگه آدم بودم. حالا ما میگه که آدمه دیگه، آدم گول میخوره دیگه. آدم بودم، منم آدم بودم، دلمو شیدا کردم، چه میدونم پاک و مطهر نبودم مثل آدمی فرشته نیستم. آدمی جایز الخطا. جایز آها اینو میخواستم بگم همین آدمی جایز الخطا دیگه. فشار میاری به خودت آروم باش. فشار بیار که از این قضیه تو فشار اینساری. خب آره دیگه میره تو اون داستان آدم و هوا. بعد میگه دلمو رسوا کردی. وای تو منو پیدا کردی. چی شد یه هویل مثلا؟ یعنی قشنگ زده زیر همه چی، همه چی داره انکار میکنه. یعنی بعد من نمیخواستم چون من نمیخواستم من نمیخواستم خودتو من خودت بودی تو بودی من چی من آدم بودم تو آدم راجه بود خود نه بیا ما اصلا همینو میخورم مثلا خودم میام خودم خوشمزه من کی به تو گفتم یعنی ای ها اونی چه بده گفتم اینجا چون کاش خودم میزنم خودم چی آره همشم زنده میمونم والله به خودم. هیچ وقت زیر کارتون حداقل نذار. آقا آدم بدی هستی، لاشی، نمیدونم فلان بازی چی چی، ولی پاش وایسا. میگن که واسه قمارباز ترس مرگه. اینو بیا ببینم چی شده. دوباره رفت یه دران دیگه کیر موضوع زنه هم شب کشو شب کشو. چه اتفاقی که یه آهنگ باید شب کشو توش انقدر بولد بشه؟ بعد این دیگه واقعا تاب و طاقتشو ندارم. تاب و طاقت واقعا اذیت میشم بهش میدم. حالا من اذیت شدنه به کنار شب شده. خب آقا از تشکیل زمین که 5 میلیارد سال گذشته هر شب داره شب میشه، منم شب میشه. میام بگم همون کولی بازی در نمون شب شد. باشه با کارتو بکن. من چیزی ول نمی کنه تا یه دونی چیز ما نفاته ول نمی کنه. آهنگ دیگه سازی نیست نداره باشه اونجا تو پرد شب که شد نگاه گیرای تو ایمان مرا خواهد. اوه اوه از بوجدان چی کار کرد؟ یه جای رسون کارو معمولا این میشه دیگه که نگاه از اون داستان که اون کارا رو داشت میکرد رسید که نگاه گیرای تو ایمان مرا خواهد.
چیکار کنی باهاش؟ شاید هم این سری چه نقشه شومی واسش داری؟ شاید هم اسمش ایمانه. چی میشه؟ میگن اشاره مستقیم نکن، ولی ما واسش اسم میذاریم. فکر کنم شما هم اسم میذارید. نمیذارید؟ ایمان من آخواهد. خب شب که شد. آخه خب چرا شب که شد نگاه گیرای تو ایمان؟ خب روز نمیخواد؟ روز بی ایمانی، بی دینی، لا مذهبی. شما یه بار دم صبح برو بریم چایی. آره شب که شد وسوسه نگاه تو جان مرا خواهد. شاعرش کیه؟ زده لیریک خودشه. گفته اینجاش چی گفتم دوبار بذار. آره میگه نمیخوره با آنگی بذار. ببین معقوله؟ اگه من شطورم میدونم چی؟ اگه من این کارم میدونم چی کجا بذار شطور رو کجا پارک کنم. آره یه جا نوشته جان. ببین اینجا اوکی باز دوباره افتاد تو پشیمونی بعدش. الان من بهت میگم چه اتفاقی میفته. ببین یه جا میگه جان مرا خواهد، یه جام مرا خواهد. یا این شعر رو اشتباه نوشته فکر کنم. خیلی مهم نیست بدش کن. یا گفته جان مرا خواهد جو خواهد. حالا ببین مثلا سرنوشت شما رو کجای نوز بکنم. اون بد کار بد نکن روند نکن. اینجا بکنم اینجا یکی که دوتا ببین رای 6 بار زد تو این آقا اومد یه تیکش گفتش که بسو بشینم مثلا نشد و اینا واسه راند دوم نتونست گفتش که بسو بشینم یه در مثلا باش حرفای خوب بزنم دو تا نیجه نگاه خوشی من نگاه تو جان مرا خواهد ایمان مرا خواهد ایمان مرا خواهد اومده فلا پیدا میمیزد. بعد دختر گفته برو گم شد لشی. آره گفته مجبور بودم دوباره رفت استرس داری؟ من؟ آره نه لغوه افتاد به همین چیز شدی؟ تحریک شدی؟ خب این از حمید هیراد. این از ببخشید که دیر رفتیم سراغه. این از موزیک نابش و شعر زیباش و ریتم فرسایندهش که جان من بفرسود و دهان فرش بله انشالله که این قسمت مورد حضور رضایت شما قرار گرفته ما باشه. تو راه بودیم داشتیم با هم میرفتیم فوتبال چند شب پیش هفته پیش فکر میکنم داریوش داشتیم گوش میدیم یادته؟ نگم داشتیم فکر میکردیم که یه سلکشنی بود داریوش بود و ابی بود و فلان و اینا میدونم خب همه دوستشون دارن همه گوش میدن اینا کاری نداریم اصلا نمیگیم فنشونیم یا هرچی فقط به این داشتیم فکر میکردیم یعنی من و ابی جفتمون یه لحظه سکوت کردیم خیلی اتفاق عجیبی افتاد بعد به هم نگاه کردیم گفتیم که چقدر با احترام داره معشوقشو صدا میزنه چقدر زیباست یعنی مرمور میشی وقتی معنی شعرشو گوش میکنی چقدر داره احترام میذاره به گوش من چقدر داره احترام میذاره به حس من اون نسلی که از دهه مثلا 50 شروع شد تا مثلا دهه 70 20 سال ایرج جنتی عطایی بود و اردلان سرفراز بود و شهریار قنبری بود و اینا شعر میگفتن و جوری معشوق و نام میبرد که تو همون شعر رو کپی میکردی تکس میکردی واسه طرفت یارو عاشقت میشد تو الان باید مثلا یه سری فوش و دریوری و گزنده مفت و ببین ببین نمیتونیم ما بگیم پامونو میاریم بالا رونای توپلمون میفته بله رونای توپلی هم داره ما نمیتونیم بهتون بگیم که اینو گوش کنید یا اینو گوش کنید چون ما خودمون هم سلیقه هم سلیقه است دیگه هر چیزی یه چیزی دوست داریم دیگه ما ولی آره ما آره یه ذره پیریم انگار ما میگیم آگاه باشید به چیزی که گوش میدید آگاه باشید چطور پیر شدی؟ فهمیدی چند سالته؟
ما میگیم یه ذره آگاه باشید به چیزی که دارید گوش میدید. واسه گوشتون ارزش قائل باشید. تمام حرفم همین. واسه گوشتون ارزش قائل باشید. یارو مثلا داریوش آهنگ شام مهتاب باشه شما گوش دادید قطعا. میاد میگه تو اون شام مهتاب کنارم نشستی عجب شاخ گلوار به پایم شکستی. بعد یارو رو به همه چیزای خفن تشبیه میکنه. تو اون شام مهتاب باشه میشه تیکه به یه تیکش میگه که قلم زد نگاهت به نقش آفرینی که صورتگری را نبود این چنینی. بعد این ور داره میگه که حالتون عوض نمیشه اینو گوش میدین. اصلا کاری ندارم اصلا اینجوری نیست که آدم مثلا یه آهنگ غمگین گوش بده صرفا باید غمگین شه. بله. چیزی که شما رو حستون رو تحریک میکنه به نظر من تاثیرگذاری خیلی مهمتر از اینه که شما رو خوشحال کنه یا یعنی رفتن چیزی که روتون تاثیر میذاره بدونید که چیز درستی. احسن چقدر جمله زیبایی. به من نمیاد از این حرفا بزنم. نه منم واسم جای یعنی یا حالتی انگار خودم نیستم. آقا در نهایت بهتون بگم کسی که توی کنسرت دولا میشه میکروفونش خودش میخونه واسهش میدونی مجازش یه جا خوندم مجازاتش کردن که کنسرت رایگان باید آیه قربونش برم تو کنسرت رایگان میذاره یه کسی که میکروفونش میخونه و با وقاحت تمام برمیگرده میگه شطور دیدی ندیدی یه چیزی تو این مایه ها واقعا دیگه چی دیگه خدا بس. خب مرسی که همراه ما بودید. امیدوارم که بریم بیا بیا مجبور بودم خودم رو انکار کردم.